فراخان ارتش بود هیو شلتون، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در سالهای 1997 تا 2001 برای اقدامات حفاظتی و تأمین امنیت مجاهدان لیبرتی و اشرف. رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر خارجه برای تأمین حفاظت ساکنان لیبرتی و اشرف مسئولیت دارند. جان کری و اوباما باید به حکومت عراق سخت بگیرند. ما باید دبیر کل ملل متحد را وادار کنیم شخصا درگیر این موضوع شود و نوکر دیگری مثل مارتین کوبلر را به آنجا نفرستد. نشریه رول کال، ارزیابی ها و تحلیل های کنگره آمریکا، 16 ژوئیه 2013. ایالات متحده بار دیگر در خاورمیانه بخشی از رویدادی است که می تواند به یک تحول خوب یا بد منجر شود. در یک تلاش مشترک چند ساله تحت رهبری شجاعانه خانم مریم رجوی که آزادی خواهان از سراسر جهان با تمامی مقدورات و امکاناتشان در آن شرکت داشتند، لیست گذاری سازمان مجاهدین خلق مخالفان رژیم ایران لغو شد. سرانجام افراد خوب موفق شدند موقعیت قدرتمندترین نیروی اپوزیسیون ایران را که هدفش به زیر کشیدن رژیم حاکم و ارائه فرصت دموکراسی به مردم آزادی خواه ایران است اطلاع بدهند. بررسی واقعیات نشان می‌دهد که در جریان انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی، مشخصاً این ایالات متحده و نه اروپا یا ملل متحد بود که دو تضمین مشخص به مجاهدان منتقل شده به لیبرتی و به 100 تن که هنوز در اشرف هستند داد. تضمین اول اینکه ایالات متحده از هنگام تحویل گرفتن سلاح از اشرفی ها حفاظت از آنان را تضمین کرده است و تضمین دوم اینکه زمانی که آنها موافقت کردند از اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شوند، ایالات متحده قول داد در آنجا امنیت خواهند داشت. ایالات متحده به وضوح موافقت نامه ها و تعهدات بین المللی و همچنین تضمین های کتبی را که به تک تک اشرفی ها در سال 2004 ارائه کرده نقض کرده است. تعهد آمریکا این بود که از آنها تا تعیین تکلیف نهایی موقعیتشان حفاظت کند. برای من به عنوان فردی که به مدت 38 سال برای حفاظت از حقوق بشر مبارزه کرده، دردآور است که ببینم دولت من به تعهداتش پشت می کند و قولهایی را که داده است نادیده می گیرد. گویا که ما نمی دانیم اتفاقاتی به دست دولت مالکی تحت کنترل رژیم ایران می افتد. اولین حمله موشکی به لیبرتی همانطور که می دانیم در ماه فوریه امسال رخ داد و آخرین آن چند هفته پیش بود. اما این همه ماجرا نیست. وضعیت تأسف‌بار امور در لیبرتی، عدم درمان مناسب پزشکی، آزار و اذیت مداوم و مستمر غیرانسانی به دست نیروهای عراقی، جلوگیری از تحویل مواد غذایی، جلوگیری از خارج کردن فاضلاب و صدها روش اذیت و آزار دیگر نشان داده است که ارتش عراق و دولت مالکی در کدام طرف هستند. ایالات متحده آمریکا باید پاسکاری را متوقف کند. وزیر امور خارجه جان کری در بیانیه‌اش بلافاصله پس از حمله موشکی تقصیرات را متوجه سازمان ملل و یونامی و عراق کرده است. اما سوال این است که تعهدات و وعده های ایالات متحده چه شد؟ به وزیر خارجه جان کری میگویم مسئولیت با شما و پرزیدنت اوباما هم هست. واقعیت این است که همه ساکنانی که در لیبرتی جان باختند، چنان که در اشرف می بودند، در مکان امن تری بودند.
زمان آن است که ایالات متحده دست به عمل بزند تا مبادا در یک عمل وحشیانه دیگر ما هم شریک جرم باشیم. ما باید همانطور که وعده دادیم امنیت ساکنان اشرف و لیبرتی را تا زمانی که بتوانیم روی سازمان ملل متحد بی اثر و یونامی فشار بیاوریم تأمین کنیم. ما همچنین باید دبیر کل ملل متحد را وادار کنیم که شخصا درگیر این موضوع شود و نوکر دیگری مانند مارتین کوبلر را به آنجا نفرستد. دولت اوباما باید اظهارات بی‌مایه و بی‌خاصیت را کنار بگذارد و به حکومت عراق سخت بگیرد. شما از حکومت عراق می‌خواهید تروریست‌ها را شناسایی کند. بس کنید. دولت عراق یا تروریست است و یا از تروریست ها پشتیبانی می کند. در هر صورت آنها باید برای هر عملی که در خاک آنها صورت می گیرد پاسخگو باشند. وعده ها و تعهدات ایالات متحده هنوز هم مثل همان روزی که داده شدند معتبر هستند و باید به آنها عمل شود. جان کری و باراک اوباما باید از ابزار اقتصادی آمریکا در این راستا استفاده کنند و از التیماتوم دادن به عراق نترسند. یکی از چیزهایی که ما در مورد قلدرها می‌دانیم این است که آنها التیماتوم‌ها را درک می‌کنند. وقتی که تعهدات ما برآورده شد، ما می‌توانیم با کار واقعی و حمایت از رهبری فوق‌العاده خانم رجوی و تلاش‌هایش برای جایگزین کردن استبداد مذهبی حاکم بر ایران با نظامی بر اساس اصول دموکراتیکی که او از آنها حمایت می‌کند پیش برویم. سپس و تنها آن زمان است که ما می‌توانیم اعلام پیروزی کنیم. مقاله قاضی تتپو رئیس زیرکمیته تروریسم و منع تکثیر و تجارت در کمیته خارجی کنگره آمریکا. هیل، نشریه کنگره آمریکا. رئیس جمهور جدید رژیم ایران میانه رو نیست. فراخوان برای تغییر دموکراتیک و واقعی در ایران در گردهمایی مقاومت در فرانسه انعکاس یافت. بیش از 600 شخصیت برجسته سیاسی و قانونگذاران به نمایندگی از طیف متنوعی از احزاب سیاسی جهان به مقاومت ایران پیوستند. برخی در مورد حسن روحانی رئیس جمهور جدید رژیم ایران هیاهو به راه انداختند و به او برچسب میانه رو زدند و پیشنهاد کردند که ممکن است حالا زمان گفتگو با رژیم ایران باشد. اما به رغم قولهای روحانی، ساختار رژیم ایران دست نخورده باقی مانده و قدرت نهایی در دستان ولی فقیه علی خامنه‌ای است. ولی فقیه هنوز به سمت ساخت سلاح هسته‌ای می رود و از تروریسم در خارج استفاده می کند تا به اهداف سیاسی خود برسد. در حالی که رژیم ایران ممکن است بسیاری را گول زده باشد، ولی ما نباید این بار ساده لوح باشیم. راه‌های صاف و ساده‌ای وجود دارد تا تغییری با معنا را بشود در ایران اندازه گرفت که عبارتند از معیارهایی مانند آزادی بیان، رفتار با زندانیان سیاسی و دست برداشتن از توسل به ترور در خارج و داخل ایران. آیا روحانی می‌تواند هیچ گونه تأثیری در این مسائل داشته باشد؟ پاسخ ساده به آن نه می‌باشد. مسلم است که به هیچ کدام از این موضوعات به طور جدی رسیدگی نخواهد کرد. فراخوان برای تغییر واقعی و دموکراتیک در ایران در 22 ژوئن در فرانسه انعکاس یافت. زمانی که بیش از 100 هزار تن اجتماع کردند تا به جامعه بین المللی خواست واقعی مردم ایران را یادآوری کنند. بیش از 600 شخصیت برجسته سیاسی، قانونگذاران و حقوقدانان به نمایندگی از طیف متنوعی از احزاب سیاسی جهان به آنها پیوستند و از غرب مصرانه خواستند
که در تلاش مردم ایران برای آزادی در کنار آنان قرار گیرند. آنها همچنین خواهان این شدند که جامعه بین المللی با عملکرد خود از حفاظت ساکنان لیبرتی اطمینان حاصل کنند، جایی که دو تن از مخالفان رژیم ایران بر اثر یک حمله موشکی بعد از انتخابات کشته شدند. در رخداد 22 ژوئن امید برای نیروهای دموکراتیک در ایران برجسته شد. این واقعه در تضاد کامل با سرخوردگی و ناامیدی در انتخابات رژیم بود. تا زمانی که ولی فقیه و دشخیمان او در قدرت باشند، بهترین امید برای تغییر واقعی و دموکراتیک کسانی هستند که برای تحقق آن می جنگند.